parlo, si sente bene? Ok. Quando sono arrivata qui ho imparato subito a salutare. Salam. Hubi. وقتی اینجا اومدم خیلی سریع یاد گرفتم سلام علیک کنم، بگم سلام. مرسی. ان شاء الله. خدافظ. علی، یا علی. یا علی. ا دیفیکیل تو. خیلی برام سخته که بگم یه چیز از یه چیزی خوشم اومد، برای اینکه تمام چیزایی که دیدم خیلی خوب بودم، از اکثر چیزا خوشم اومده تو ایران. مفاهیم ورزشی در ایران خیلی برام قابل توجه بود، خوشم اومد. و از تمام شهرهایی که بازدید کردم این مدت خیلی خوشم اومد. Vorrei dire che gli italiani hanno l'idea che perché le donne. وقتی برمیگردم ایتالیا میخوام به ایتالیا بگم که شاید تصور شما این از اینکه زنان ایرانی روسری سر میکنن یا حالا حجاب دارن یه مسئله نگاتیو و منفی باشه. من میخوام بگم که روسری و اون حجابی که دارن یه قسمتی از فرهنگشونه و میخوام بهشون بگم که واقعا اجباری نیستش که در نوع حجابشون بخوان انتخاب بکنن. حالا یه نفر مقنعه سرش میکنه، یکی روسری. نونو مای اووتو پاورا. اصلا به هیچ وجه من ترسی نداشتم و خودم با اراده خودم تصمیم گرفتم که نظرات دیگران رو گوش ندم، برای اینکه نمیخواستم روم تأثیری بذارم. میخواستم خودم بتونم اون تفکر رو درون خودم ایجاد بکنم. تنها کسی که خیلی راجع به ایران برای من خوب صحبت کرده بود آقای جولیو ولاسکو بوده، که یه شخصی است که من واقعا بهش اطمینان دارم. به من گفتش که ایران یک کشوریه که در اون افراد بسیار مهمان نوازن، همونطور که خودم هم دیدم که یک کشور بسیار زیباییه. این فدراسیون تمام سعی و تلاشش رو برای رشد والیبال خواهد کرد و رئیس فدراسیون فردیه که واقعا میتونی بهش اطمینان کنی. زیاد راجع به چیزای دیدنی برام تعریف نکرد، ولی بیشتر راجع به کار با هم صحبت کردیم و مسائل فنی والیبال. برای اینکه واقعا آسون نیستش که من بیام ایران و ایده های آقای ولاسکو رو با خودم داشته باشم، یه مقداری مسئله سختیه. اما من اومدم ایران، خیلی ممنونم ازش که ایشون به من کمک کرد با تجربه هایی که داشته و میدونم که میتونم پسش بر بیام. Che sarei ingrassata. Che ciò خواهم شد. Mi ha parlato anche molto dello yogurt iraniano. خیلی راجع به ماست ایرانی با هم صحبت کرده. Che a lui è piaciuto molto. Che خیلی خوشش می اومده. E poi di tutti i tipi di carne che ci sono. و تمام مدل های گوشتی که ما میخوریم تو ایران. بهم گفته که اصلا نگران غذا نباشون، قطعا تو میتونی غذاهای مختلف و خوشمزه پیدا بکنی تو ایران و خوشت میاد. بنابراین اون منو میشناسه و میدونه که من دوست دارم غذاهای مختلف رو امتحان بکنم، تست بکنم و علایق من تا حدودی میدونه. ولاسکو یه آدم دقیقه که خیلی از همه انتظار داره، به خاطر اینکه واقعا کوالیتیش بالاست، به خاطر اینکه بالاترین حد رو به دیگران میده و مخصوصا به همکاراش، و انتظار داره که این رابطه متقابل هم وجود داشته باشه. یه آدمی که همیشه در مقابلت اون چیزی که فکر میکنه رو میگه و این کار رو فقط با قصد اینکه بهت کمک بکنه برای بهتر شدن انجام میده. کوالیتی تای ویزیتاتو این کوست دو ستیمانه تهران، تهران یکم دیده که یه شهریه که خیلی قشنگه ولی پر ترافیکه. کاشان رو دیده که در این شهرها من واقعا دیدم گذشته، فرهنگ و یک امیدی به آینده درش وجود داره. اصفهان گذاری من جا تو که را تیپیکو لا زوپا سوپ. سی سی تو ایتالیا یه شیرینی شبیه به همون گاز هستش که بهش میگن تورونه، ولی این خیلی مزه خاص و فوق‌العاده‌ای داشت، برای اینکه توش پسته هم داشت. ای بانی دیس کاشان، حمامای کاشان. میگن جایی که اسمشو نمیدونن که فوت مرده و دستشو قطع کردن، یک امیر کبیر. برج تهران میگن، از نزدیک ندیدنش ولی از کنارش گذشتم. برج آزادی، لا توره دلا لیبرتا. دلا لیبرتا. Non sono preparata. میگه آماده نیستم. Penso sia qui a Teheran, però. فکر میکنن که اینجا تو تهران باشه. Cioè ho visto che è qui a Teheran.
però non so cos'è. Torre di Milad. Ok, Torre di Milad. Questa è la grande piazza di Isfahan. این میدون بزرگ اصفهانه که خیلی زیباست. اپارت لا بلیتا به غیر از اینکه فقط دیدم این شهر خیلی تاریخی، این میدون بسیار زیبا هست. چیزی که نظرمو جلب کرد اینه که توی این میدون مردم خیلی رفت آمد میکنن. یه نفر هست راه میره، یکی بستنی میخوره، یکی هستش که یه زیراندازی انداخته داره ناهار میخوره. این بر من خیلی جالب بودش که از این میدون تاریخی خیلی استفاده میشه. Oh bella ciao, è una canzone italiana. یه موسیقی سرود ایتالیاییه. یک سرود خیلی مهم برای تاریخ ایتالیاست که مربوط به یک دوره تاریخی مشخص هست. هنگامی که ما این سرود رو میشنویم قطعا به آزادی ایتالیا فکر میکنیم. من احساساتی شدم حتی امروز وقتی برای اولین بار سرود ملی ایران رو گوش دادم. وقتی که شما به سرود ملی یک کشوری گوش میدین، اون لحظه ایه که شما دارید میگین که من باید تمام این کشور رو معرفی بکنم. یک انسان احساس غرور و همچنین مسئولیت رو نسبت به اون کشور داره وقتی این سرود رو گوش میده. و خیلی خوششانسیم چون خیلی ها دوست دارن که توی اون لحظه شاید جای ما باشن، اما تعداد کمی هستیم که این احساس رو میتونیم داشته باشیم در اون لحظه. Io ho due figli, Nicolò e Riccardo. Hanno 20 e 22 anni. 22 ساله هستن. فکر کن که جفتشون توی یک روز با فاصله 2 سال به دنیا اومدن. جفتشون والیبال بازی میکنن. تا 16 سالگی من به جفتشون تمرین میدادم و مربیشون بودم. این که به خاطر اینکه من دوست داشتم هم مربی باشم و همین که زمان زیادی رو با فرزندانم سپری کنم. نیکولو توی سری A ملی بازی میکنه و 5 ساله که داره بیرون از خونه، در واقع بیرون از کشورمون بازی میکنه. ریکاردو آخرین سال مدرسه دبیرستانشو داره انجام میده و سری B داره بازی میکنه و سال آینده میره میلان برای اینکه دانشگاه رو شروع بکنه. خیلی خوش شانس بودم برای اینکه والدینی داشتم که همیشه برای بزرگ کردن بچه‌هام به من کمک کردن، مخصوصا زمانهایی که من مشغولیت‌های کاری داشتم. میگن نه، به خاطر اینکه از طریق تکنولوژی میتونیم همدیگر رو خیلی ببینیم، اغلب همدیگر رو میبینیم و فقط 2 هفته است، اما ما عادت داریم به اینکه به خاطر مشغله های کاریمون و قرارهای ورزشی که داریم با فاصله همدیگر رو ببینیم. بعد توی ایران من احساس کردم که واقعا توی خونه خودم هستم و بهم کمک کردن که این دلتنگی رو احساس نکنم. چشمایی دارن که همیشه لبخند میزنن حتی اگه ماسک بزنن و خیلی درک میکنن منو. حتی قبل از اینکه بخوام حرف بزنم انگار که میدونن که من به چه چیزی احتیاج دارم. منو خیلی درک میکنن. سنتیمنتو ورو؟ بله بله، منظمم، مشخصم، اما آدم احساساتی هم هستم. آدمی هستم که تو زندگی مشکلات زیادی داشتم، اما سعی کردم باشون مواجه بشم و حلشون بکنم و اینکه در مقابل یک مانع نایستم، بلکه بتونم به جلو حرکت بکنم. میگم موقعی که داشتم از پدر مادرم خدافظی میکردم بیام ایران و سوار قطار شده بودم که بیام به سمت ایران و اینا، اونجا خیلی احساساتی شدم، گریم گره. Però c'è la tecnologia, puoi parlare anche con i genitori, vero? Tutte le mattine la mamma. میگن هر روز صبح مامانم زنگ میزنه. وقتی یه نفر با هم صادق نیست، وقتی یه نفر با هم درست رفتار نمیکنه، صداقت برام حتی در مورد بازیکنام خیلی اهمیت داره. وقتی که در خدمت تیم نیستم برای اینکه کمک بکنن به اهداف مشترکمون برسیم، ناراحتم میکنه. La cosa che ti ha fatto ridere tanto in Iran. موقعی که میخوام فارسی یاد بگیرم و میخوام یه چیزی تکرار بکنم، اشتباه میکنم. مثلا به عنوان مثال وقتی که میخوام حرف خیر رو بگم نمیتونم تلفظش کنم. برای اینکه آدمایی که اطراف من هستن خیلی مهربونن و به من نمیخندن، من شروع میکنم به خندیدن، اونا هم میخندن به من. خیلی فوتبال دنبال میکنم و برای 1 سال وقتی که جوانتر بودم فوتبال بازی کردم و برای 10 سال برای تیم ملی ایتالیا وقتی کوچکتر بودم بازی میکردم. الیساندرو دل پیرو، ما uno dei più grandi. یکی از بزرگترین بازیکنان ایتالیا هستش. معروف. دیدم توی ایتالیا بازی میکرد. وقتی با لیگ برتر همکاری داشتم میدیدم که اونم با تیم بازی میکرد. نمیشناسمش.
برای اینکه با ماسک میبیننشون، برای همین الان نمیتونه دوباره شناسایی کنه که کدومشون هست. شبنم علی خانی. ها کوستا شبنم؟ سی. Non la riconoscevo così truccata. اینجوری با آرایش نمیشناختمش. میلاد عبادی پور، il capitano della maschile. میگم وقتی که ریش بلند میذارن بعد کوتاه میذارن بعد ریششون رو میزنن، خیلی سخته که من دوباره بشناسمش، خیلی سخته که بفهمی کیه. Le donne iraniane spesso abbinano la sciarpa con magari le scarpe, che ne so, la sciarpa con la borsa. Hai mai pensato a queste cose come abbinarsi i vestiti? میگن که قطعا یاد میگیرم، فعلا دارم از خانم ندا و دیگران استفاده میکنم، از کمک اونا استفاده میکنم، ولی اونا همیشه شال منو با رنگ چشمام ست میکنن. خیلی انتظار این همه شوق و اشتیاق از طرف رسانه ها نداشتم. تقریبا همهشون سعی کردن یه سوالی ازم بپرسن، خیلی براشون جالب بود جلسه و این اجازه رو به من دادن که من احساساتم رو بگم، اون چیزایی که دوست دارم و راجع بهش صحبت بکنم، چه در زمان حالم و چه در آینده کاریم. من خیلی خوش شانسم به خاطر اینکه فهمیدم ریکاردو ناشنواست وقتی که فقط 3 ماه و نیم داشت. وقتی که یک مقداری بزرگتر شد، 3 سال شد، ما تونستیم از تکنولوژی خیلی جدید استفاده بکنیم و خوشبختانه با این برنامه‌ای که داشتیم و با این تکنولوژی جدیدی که تونستیم استفاده کنیم، اون میتونه بشنوه و میتونه خوب صحبت بکنه. من با تیم ملی ناشنوایان ایتالیا تمام سعیم رو کردم برای اینکه بتونیم این بچه‌ها رو به دنیای بیرون نشون بدیم، شناسانده بشن و اینکه بتونیم از پس این مشکلات و این موانع بر بیاییم. در سالهای اخیر ریکاردو همچنین در مقابل ایران هم بازی کرده. ابیامو وینتو نوی او وای؟ ایتالیا برده. میگم ولی این قضیه شما و ما خیلی خوشم نمیاد، برای اینکه یه ذره من الان از شماها هستم. وقتی که من تونستم با تیم ملی ناشنوایان دختران کار بکنم، خیلی کمکم کرد، حتی به خودم، شخصیتم و مربیگریم. بهم کمک کرد که بتونم چجوری ارتباط داشته باشم، چجوری با جملات کم صحبت بکنم و همچنین رده بندی بکنم صحبتامو از مهم به کمتر و در واقع یه جوری ارتباط گرفتن و ارتباطات رو به من آموخت. میگم برام سخت این سوال رو جواب بدم به خاطر اینکه برای والیبال مردان کسایی بازی میکنن که دوستان من هستن، بنابراین باید طرفدار جفتتون باشم. آخرین چیزایی که میخوام بگم اینه که بهتون قول میدم که بهترین و کاملترین تلاشم رو برای ایران انجام بدم، برای اینکه بتونم فرهنگ ایرانی رو بفهمم و داخلش وارد بشم، برای اینکه بتونم به پیشرفت ایران کمک بکنم و مطمئنم که این اتفاق میفته چون ایران تمام امکانات لازم رو داره. ازتون درخواست میکنم که صبر و اعتماد داشته باشید. مرسی. خدافظ. Do il consenso per condividere questo video secondo quello che la federazione crede di voler fare.